این سخن حسبنا کتاب الله اونقدر سخن بی اساس و بی پایی است که حتی با سیره صحابه رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم هم تطبیق نمیکنه چرا چون هرگاه برای مسلمان ها سالی پیش می آمد مسئله پیش می آمد میرفتن سراغ پیغمبر خدا میرفتن سراغ اهل بیت میرفتن سراغ اصحاب عالم و دانا سوالاتشون رو از اونها میپرسیدن اگر قرآن کریم برای حل همه اختلاف های فیما بین یا پاسخ به پرسش های اونها کافی بود و اونها قرآن رو کافی میدانستن لازم نبود سراغ دیگران برن از خود قرآن جواب پرسش هاشون رو میخواستن و برای رفع اختلاف به قرآن مراجعه میکردند. اما اونها سراغ قرآن نمی رفتن چون قرآن خودش خودش رو برای رفع اختلاف کافی نمی داند شما سوره نحل رو باز بکنید آیه 64 می فرماید ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و خودن و رحمتن لقوم یؤمنون ما قرآن رو بر شما نازل نکردیم مگر برای اینکه اون چه رو در اون اختلاف دارند برای اونها روشن کنید و این قرآن مایه هدایت و رحمت برای قومی است که به ولایت شما و ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله ایمان میآورند. در حقیقت حکمت این که قرآن کریم بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نازل شده اینه که موارد اختلاف در معارف و احکام رو برای مردم بیان بکنن همون اختلافی که قرآن بدون وجود رسول خدا بدون وجود امامی که مبین معارف و احکام اون باشه به تنهایی نمیتواند رافع اون اختلاف باشه مردم سوالهایی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می پرسیدن، اون بزرگوار در جوابشون به طور مستقیم اونها رو راهنمایی میکردن نمیفرمودن حسب کم کتاب الله خودتون عرب هستید برید قرآن رو باز کنید بخونید به من چی کار دارید کتاب خدا برای شما کافی است یا در عصر پس از اون بزرگوار هم ملاحظه می کنید جلسات عدیده با حضور صحابه سرشناس رسول خدا صلی الله علیه و و سلم برگزار میشد. هیچگاه ادعا نشد چرا جواب سوال هاتون رو از قرآن نمیپرسید بلکه هر کدام از صحابه به دنبال استناد به قول و فعل و تقریر حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم بودن و کمتر به قرآن استدلال میکردند چرا؟ چون به خوبی این حقیقت رو دریافته بودند که قرآن به تنهایی بدون جزئیات بدون تفسیر بدون تعویلی که توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه فقه حقوق اجتماع خانواده و سایر زمینه ها بیان کرده اند راه گوشای ما به سوی سعادت نیست بنابراین در کنار قرآن ما نیازمند مبین و مفسر قرآن هستیم کسی که اولا مفاهیم قرآن رو به طور دقیق و کامل و بدون خطا برای ما بیان کند و مصادیق اون رو هم برای ما تعیین کنه چه بسا مفاهیم رو انسان درست درک میکنه ولی بر مصادیق متضاد اون مفهوم تطبیق میکنه نکته دیگه که حائز اهمیت عزیزان اینه که عبارت حسبنا کتاب الله از دهان عمر بیرون آمده است ولی با سیره خود عمر هم سازگاری ندارد. نکته اولی که در این ارتباط باید به با اون توجه بکنید اینه که معنای حسبنا کتاب الله اینه که هیچ چیز جز قرآن حجیت ندارد. یعنی تنها چیزی که در معارف وحیانی حجیت دارد قرآن غیر قرآن برای ما حجیت ندارد. اگر حسبنا کتاب الله مقصودش این باشه که به قرآن سایر سخنان سایر رفتارها حجیت نداره بنابراین کلام عمر ابن الخطاب هم حجیت نداره چرا؟ چون غیر قرآن حسبنا کتاب الله در قرآن نیامده است بلکه این عمر ابن الخطاب بوده است که دهان به لجن گشوده و در محضر حضرت ختمی مرتبت و صحابه کبار رسول خدا این جمله رو گفته لذا اگر مفاد هست بنا کتاب الله اینه که هیچ چیز به جز قرآن حجیت ندارد کلام عمر ابن الخطاب هم حجیت ندارد یعنی لازمه اثبات کلام عمر رد کلام خودش هست و این خودش تضاد مستقلیه به علاوه عزیزان عمر آدم بسیار بی سواد و درس ای بود لغزش ها و اشتباهات بسیار زیادی داشت مولانا امیر علی علیه السلام درباره شتاب زدگی و کسرت اشتباه ها و بعد روز های عمر در خطبه شقشقیه در نهج البلاغه عبارتی دارند که قابل ملاحظه است فرمودن و یکثر العثار فيها و فیها و منها بسیار خطا می کرد بسیار هم عذرخواهی می کرد در موارد بسیاری از ایزان عمر ابن الخطاب به جهل خودش اعتراف کرده است مثل زمانی که بر منبر رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم تکیه زده بود و زنان رو توصیه می کرد مهریه هاشون رو کم تعیین بکنن و می گفت هر که بیش از مهر پیامبر خدا صلی الله علیه, علیه و سلم یعنی 500 درهم تعیین بکنه اضافه شو به بیت المال بر زنی از قریش از او پرسید عمر کتاب خدا سزاوار تر تبعیت بشه یا کلام تو عمر گفت قطعا کتاب خدا زن گفت و همین الان گفتی اگر مهریه زیادتر از مهر باشه اضافه شو به بیت المال بر در حالی که قرآن میفرماد و آتیتم اهداهن قمطارا فلا تأخذو منه شیئا در سوره نسا آیه 20 خداوند سبحان میفرماد اگر مال فراوانی رو به عنوان مهریه به بانوان خودتون پرداخت کردید چیزی از اون رو به زور پس نگیرید در اینجا عمر سه مرتبه گفت کل احد افقه من عمر همه مردم از عمر داناترن سنن کبرای بیهقی جلد هفت صفحه 233 و و رو باز کنید ببینید در شرح نهج البلاغه ابن حد ابن حدید جلد یک صفحه 188 گفت همه شما از عمر فقیه ترید فهمیده تر هستید به علوم دین داناترید حتی زنان پردنش عمر که بی سوادی او به وضوح و عیان در تاریخ ثبت شده است و بیشتر از دیگران به علما و دانشمندان نیازمند بوده است چنین ادعایی که حسبنا کتاب الله ادعای پوچ و بیهوده است کسی که بیش از سایرین به سنت رسول خدا محتاج بوده چرا خودش و دیگران رو از علم بیکران حضرت ختمی مرتبت مولانا امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله محروم کرده چرا گفته هست بنا کتاب الله آیا هیچ انسان عاقلی چنین کاری رو میکنه شخصی از عمر ابن الخطاب پرسید معنای ابا در آیه سی و یک سوره عبس چیه؟ ابا کلمه ابا عمر گفت به خدا قسم این برای عمر زحمت زیادیه شما تبعیت کنید از قرآن هر آنچه رو که برای شما تبیین شده است و هر آنچه که برای شما مشکل بوده است اون رو به عالمش واگذارید برید سراغ علما حالا این یه صحبتی است که بعد از حسبنا کتاب الله کرده در قاعده ای که عمر به نانهاده است ابهامات زیادی وجود داره مثلا شما باید بگید چه چیزهایی تبیین شده چه چیزهایی تبیین نشده ملاک تبیین و عدم تبیین چیه توسط چه کسانی تبیین شده است اون دانشمندی که قرار این علم رو به او واگذار کنیم کیه مشخصات اون عالم بیان نشده است چه کسی تبیین قرآن رو ادامه میده آیا نیاز به تبیین قرآن در طول زمان از بین میره یا به قوت خودش باقیه اگر حسبنا کتاب الله صحیح باشه چرا خود عمر به حسبنا کتاب الله ملتزم نمانده است چرا دائما به دنبال مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرسته و آجزانه از اون حضرت طلب علم میکنه عمر بارها و بارها مسائل فقهی حقوقی سیاسی نظامی فرهنگی رو از مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام میپرسید و به جهل خودش و به ضعف خودش اعتراف میکرد مواردی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم مکرر میگفت لولا علیون لحلک عمر اگر علی نبود عمر حلاک میشد یا میگفت لا ابغانی الله به لست لستفیها ابل حسن خدا منو در سرزمینی قرار نده که شما در اون سرزمین حضور نداشته باشید ای ابل حسن یا لا ابقانی الله بعدک یا علی علی جان خدا نکنه که من بعد از شما روی زمین باقی بمانم یا می گفت اعوذ بالله من موذلته ولا ابو حسن لها به خدا پناه میبرم از اینکه مشکلی پیش بیاد و ابوالحسن در کنار من نباش اعوذ بالله ان فی قوم لست فیهم یا ابل الحسن به خدا پناه میبرم از اینکه زندگی کنم در میان مردمی و شما در میان اونها نباشید ای ابل یا اعوذ بالله ان عیش فی قوم لیس فیهم ابو الحسن به خدا پناه میبرم از اینکه زندگی کنم در میان قومی که ابو الحسن در میان اونها نباش اللهم لا تنزل بی شدیده الا و ابو الحسن الى جنبی خدا یا هیچ مشکلی برای من نازل نکن مگر اینکه که الحسن در کنار من باشه و موارد فراوان دیگری از این قبیل هست خب اگر عمر ابن الخطاب میگه هست بنا کتاب الله چرا به امیر المؤمنین علی علیه السلام مراجعه کرده؟ چرا به خود قرآن مراجعه نکرده؟ لازمه چنین برخوردی از عمر ابن الخطاب اینه که عمر معتقد باشه علم کامل با همه تفاصیلش در قرآن وجود داره اما برای استخراج و تبیین معارف و احکام الهی باید به سراغ حاملان وحی رفت باید به سراغ مولانا امیر المؤمنین به سراغ ائمه هدا علیهم صلوات الله رفت که خداوند سبحان به توسط رسولش اونها رو مبینه معارف و احکام وحیانی قرار داده است البته عمر هم به سراغ حاملان وحی آمد ولی با آتش با تازیانه در خانه مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو آتش زد و بیبی بی دو عالم فاطمه زهرا علیها السلام رو با تازیانه آزرد